اما سه منظومه به عنصری نسبت دادند و گفتند که عنصری این سه منظومه رو سروده بوده برای خزانه سلطان محمود غزنوی، بله. که یکی داستان وامق ازراست، یکی سرخ بوت و خنگ بوته، یکی شاد بهر و عین الحیات. دو کلمه وامق ازرا که خب واژه های عربی است، بله، و ظاهر قضیه نشون میده که این داستان باید عربی بوده باشه، ولی چنین نیست. ظاهرا داستان در اصل یونانی بوده. احتمال این که این داستان یونانی در دوره ساسانیان به زبان پهلوی ترجمه شده بوده بسیار زیاده، بله. چون میدانیم که گروهی از این داستان‌های منظوم و منسوجی که در فارسی بعد از اسلام حالا از عربی به زبان فارسی در آمده، یا اینکه به بعضی روایات مستقیم از بهره فارسی در آمده، اینها سابقش میرسه به ایران ابدستان و ضربیات شاید در زمان انوشیروان که علاقه فراوان داشته به نقل و انتقال فرهنگی و داستان کیل و دمنه آوردن معروفه به اضافه کتاب های دیگه. احتمال در زمان انوشیروان داستان از یونانی آمده به فارسی به زبان پهلوی ترجمه شده و احتمالاً بعدها این رو ممکنه به عربی ترجمه کرده باشند، چون ابو ریحان اشاره میکنه جزو ترجمه هایی که به عربی کرده، یکی داستان با معزراست، یکی داستان خنگ بوت و سرخ بوت، یکی داستان شاد بهر و عین الحیات. اینا جزو فهرست ترجمه های ابو ریحان در منابع قدیم آمده. و بعد یعنی اسم شخصیت های داستان هم در ترجمه‌ای که به عربی شده تغییر کرده، که بله، ازرا بله، مثلا بله، نامه. بله، اما حالا این رو عرض بکنم که از داستان وامق ازرا جز ابیات پراکندهی که در فرهنگ ها به شاهد بعضی لغت ها آمده چیزی در دست نبود تا مدتی پیش. و یک کتابی هم داریم به نام اسکندرنامه که نزد ما ادبیاتی ها معروف به اسکندرنامه منصور، بله، که از متن های قرن پنجم یا احتمالا قرن ششمه و مرحوم ایرج افشار چاپ کرده، نسخه منصر به خط بردش در اختیار مرحوم استاد سعید نفیسی بوده. در اونجا هم راجع به این داستان ها اشاراتی هست که اطلاعاتی میشه از اونها هم به دست آورد. ولی محققی اهل پاکستان به نام پروفسور مولوی محمد شفیع، این هم داستان جالبی است، یک بار یک نسخه خطی میخره، وقتی نسخه خطی رو داشت دقت میکنه و جلدش رو دست میزنه، احساس میکنه که در جلد این به عنوان حشو و به جای به قول امروزی مقوا کاغذ به کار رفت، میشکافه این جلد رو، روکش بوده در واقع، بله، میشکافه این جلد رو. وقتی میشکافه اوراقی از منظومه و مغزرهای عنصری در لای جلد نسخه خطی کشف میشه و به دست میاد. و اون مرحوم کتابی مینویسه و چاپ میکنه به نام و مغزرهای عنصری که یه مقدار شرح احوال عنصری است، از جمله در باب وامق ازرا اطلاعات پراکنده‌ای که بوده جمع آوری میکنه و اون حدود 400 بیتی هم که از این طریق کسب شده بوده اون رو هم میاد.